نیمه دویومی روی سیمپوزیوم بین المللی با افتخار 700 سالگی کمال خوجندی تحت عنوان جایگاه کمال خوجندی در ادبیات تاجیک و فرهنگ شرق به کار خود ادامه داد. در این قسمت چاره‌بینی اساساً مروزه ها وابسته به حیات و پهلوهای گوناگون ایجادیات شیخ کمال خوجندی شنیده شدند. یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مساله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده دایر به مقام و منزلت کمال شعر کمال سخن رانده تاکید داشت که محض با ابتکارات و تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار سازمان با نفوذ یونسکو جشن گرفته شدن 700 سالگی کمال خوجندی شهادت از آن می‌دهد که محض با سیاست خردمندانه پیشوای ملت شعر و ادبیات تاجیک را به رشد آورده آموزش میراث پرارزش نیاگانمان ترغیب و تشویق و پیشنهاد ایجادیات شاعران و ادیبان امکانیت و شرایط ها فراهم آورده شدند و تجلیل 700 سالگی کمال خوجندی نمونه چنین ارج‌گذاری است. واقعا کمال خوجندی یکی از چهره های تابان ادبیات تاجیک به شما رفته. اشعارش اساسا دنیای باطنی انسان و تن پرستی و صلح خواهی را ترنم نموده، هنوز در زمان خود خرافات پرستی را سخت سرزنش نموده، سیمای اصلی این گروه را فاش نموده است. وزیر معارف و علم جمهوری اکادمیک محمد یوسف امامزاده، معاون رئیس ولایت سغد زینور عظیمی، دکتر علمی فیلولوژی پروفسور، سرخادم علمی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بدرالدین مقصودزاده، دکتر علمی فیلولوژی پروفسور فخرالدین نصرالدین نیز آید به شخصیت برجسته کمال خوجندی حرف زده در موضوع مقام کمال خوجندی در ادبیات تاجیک، استقلالیت و زمینه‌های تصحیح بنیاد اشعار کمال خوجندی معرضه‌ها پیشنهاد نمودند. تأکید به مورد است که بزرگ داشتی شخصیت های ادبی و فرهنگی و نمایندگان علم و معارف در سیاست دوربینانه سروری دولت محترم امام علی رحمان به یکی از سمت های مهم دولتداری مبدل یافته برای گرامی داشتی ادیبان و سخنوران، حکیمان و دانشوران جشنواره های مخصوص برگزار کرده می شود که توسط آن میراث معنوی فرزانگان ملت تاجیک به جهانیان معرفی می گردد. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان مراتبه دویوم است که توسط هدایت و تشبث های نجیب سروری دولت محترم امام علی رحمان در سطح دولتی بزرگداشت کمال خوجندی برگزار می‌گردد. رویداد مذکور صحیفه تازه را در راه تحقیق و بررسی معرفت شعر شاعر و تبلیغ میراث پربرکت این شاعر بزرگ باز نمود. جامعه تاجیکستان و تمام مردم کشور و بیرون از آن به شعر و سخن کمال خوجندی رو آورده، محفل های کمال خانی، اجرای سرود ها در اشعار شاعر از جانب هنرمندان اوج گرفته، از همه مهمش تدقیقات های سودمند علمی روی کار آمدند. در شهر خوجند مؤسسه دولتی مرکزی علمی کمال خوجندی تشکیل گردیده، دوام 5 سال است که در عرصه کمال شناسی کارهای مهمی را به انجام رساند و از جانب مرکز همچون تحفه پیشوای ملت برای تمام دوستداران شعر این سخنور ممتاز دیوال مکمل کمال خوجندی به نشر رسانیده شد. برگزاری سیمپوزیوم صحیفه تازه را در شناخت زندگی نامه و میراث گرانبهای کمال خوجندی باز می نماید. اهل اشتراکداران سیمپوزیوم از کارخانه های استحصالی و موضع های فرهنگی و فراغتی مرکزی ولایت دیده نمودند. کار سیمپوزیوم در بخش های دیگر جریان گرفت. باعث افتخار است که امسال با قراری یکی از سازمان های با نفوذ بین المللی یونسکو 700 سالگی شاعری توانای تاجیک عارفی برجسته کمال خوجندی تجدید کرده می شود و همین ما آگاه هستیم که امروز در تمام جمهوری با استقبال این جشن کتاب ها، کتاب نامه ها و دیگر آثاری مربوط به کمال خوجندی به تب رسید و امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت در کاخ به نام استاد رودکی و این خودش بسا رمزی هست که جشن 700 سالگی کمال خوجندی در کاخ به نام ابو عبدالله رودکی، کاخی که نام سردفتری ادبیات کلاسیکی ما را دارد، برگزار می شود. به مناسبت این جشن مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی در رابطه با کتابخانه ولایت اموی به نام تاشخواجه اسیری کتابنامه شیخ کمال خوجندی را به تب رسانیدند که از هر چشمه ها را از زمان زندگی شاعر تا
تا به امروز فرا میگیرد. همزمان دانشگاه و دانشکده ها، مجموعه مقاله ها، صد برگی غزلی کمال خوجندی، بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، دیوان کمال خوجندی را که شامل 1097 غزل میباشد و چند غزلی تازه کمال را در آنجا دریافت کردن از سرچشمه ها و دستخط های قدیم به تب رسید. و ما افتخارمند از آن هستیم که امروز سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به 700 سالگی شیخ کمال خوجندی در شهر خوجند برگزار می شود، وابسته به بخش زبان و ادبیات، تاریخ و عموماً محیط زندگی کمال آموخته می شود. میدان مکالمه های علمی، بحث های علمی در مورد روزگار آثار کمال، متن‌شناسی دیوان کمال و مسئله زبان، خب دیگر مسئله هایی که وابسته به هنری شاعری شیخ کمال خوجندی هست بررسی می شوند، تحلیل می شوند. و ما سربلند از آن هستیم که امروز خلق تاجیک مثل کمال خوجندی همه خیلی چهره های برجسته دارد که با گذشت قرن ها، با گذشت صد ساله ها، باز شکوه و عظمت روحانی و باز بلندتر، رفیعتر بالا می رود. شیخ کمال می گوید در سخن لطفی الهی و تو یار است کمال، ورنه صد سال و فکر این سخنان نتوان گفت. واقعا میراث ارزشمند شیخ کمال خوجندی پر از لطف تاجیکانه، پر از محبت تاجیکانه، پر از صحبت و از دیدار و از آشنایی و از انس و مودت تاجیکانه است. شیخ کمال خوجندی تمثال برجسته تاجیک نیکخصال، تاجیک دانشمند، تاجیک سربلند است. البته یکی از پدیده های درخشان دوره استقلالیت این احیای فرهنگ ملی با تشکل اندیشه ملی محسوب می‌یابد. اگر با تاریخی و تشکل استقلالیت اگر نظر افکنیم، یکی از راه‌های مهمی و تشکل ملت این البته احیای معنوی و تشکل اندیشه ملی میباشد. علاقه در خب سالهای 90 وقت بعد خب اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، خب بعد آغاز روند صلح در تاجیکستان، بعد آغاز کارهای سازندگی، یکی از مسائل عمده که خب پیشوای ملت در نزد مردم میگذارند این توجه، رجوع به فرهنگ و قوی ملی بود. و علاقه در همان سالها، آغاز از سالهای 94, 95, 96 علاقه در همان دوره ها خوب تجلیلی خوب سالگردی بزرگان ملت، مثلا علاقه در همان دوره خوب تجلیل 675 سالگی کمال خوجندی، خوب هزاره شاهنامه، خوب دیگر 1100 سالگی دولت سامانی. در مجموع همه این چاربینی ها بودن که ماست برای احیای فرهنگ ملی و مرحله به مرحله تشکل اندیشه ملی مساعدت کرد. و جشن 700 سالگی کمال نیز در قدر اهمیت ویژه خوب معنوی دارد. و کمال که در فرهنگ ملی، در ادبیات کلاسیکی نه تنها همچون یک شاعری عارف، بلکه همچون شاعری وطن دوست، ترغیبگری ارزش های بلندی خوب معنوی، تربیوی خوب اعتراف گشته است. البته با اقدام پیشوای ملت جشن گرفتن سالگرد 700 سالگی شیخ کمال خوجندی، خوب اهمیت بزرگ البته تربیوی، اخلاقی، علمی و معنوی دارد. این روزه سیمپوزیوم بین المللی باز هم برای تشکل اندیشه ملی، برای بالا رفتن خوب باز هم آبرو اعتبار مردم تاجیک، همچون مردم فرهنگ پرور، خوب تمدن ساز البته مساعدت خواهد. شیخ کمال خوجندی یکی از درخشانترین چهره های شعر هزار ساله ماست. جشن 700 سالگرد شاعری بزرگ برای ما بسیار هم واقعی فرح بخش است و همچنین به روح خود استاد شیخ کمال خوجندی هم، زیرا تنها در زمان استقلال و با هدایت اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان،
امکان پیدا شد که خاک شیخ کمال به خوجند به زادگاهش آورده شود. این نهایت برای روح او بهترین تحفه است. خب به همان معلوم است که تا چند اندازه وی در یاد وطنش بود، شعرهایش از آن صحبت میکنند. بازم میگن در زمان استقلالیت باز دستاورد نهایت مهمی دیگر و شیخ کمال دست داد که این یکمین بار در خوجند به شکل کامل چاپ شدنی دیوان آثار شیخ کمالی خوجندی می باشد که برای این دانشمندان شعرهای ولایت سغد نهایت خدمت بزرگی کردند و این دیوان را در شکل عالی جناب با کاغذهای بسیار هم زیبا و خوش‌صفت روی چاپ آوردند. بنابر همین این جشن 700 سالگی شیخ کمال با دستاوردهای بسیار هم شایان تجلیل کرده می شود که من به همه دوستداران کلام بی نهایت لذیذ و شیرین شیخ کمال خوجندی این جشن را صمیمانه مبارک باد می گویم. دل و نسیم عنایت وزید حاضر باش، رسید مژده که نصرت رسید، حاضر باش به شهر عشق، شب و روز سور باشد و عید، ما باش غافل از این سور و عید، حاضر باش. مگر شیخ کمال که شاعری عیدها و سورهاست، نه راوی غمها و ماتمها. ما همه هموطنان عزیز را با روزی کمال مبارک باد میگوییم. آرزو میکنیم که وطن عزیز ما عیدگاه جاویدان باشد. آنسان که کمال میگوید هنوز 24 سال مقدم که جشن کمال در تاجیکستان تجلیل شد، روزگار جنگ شهروندی بود و یک تن از کمال شناسان بزرگ عالم، استاد عزیز دولت آبادی مهمان جشن بودند. در صحبت گفتند که رئیس جمهوری شما که مهتران ملت را صبح عنایت و خورشید هدایت می دانند، البته تاجیکستان را از جنگ بیرون می کشند، زیرا کلید نجات را یافتند و خوشبختانه چنین هم شد. واقعا اشعار بزرگان ما و خاصه آثار شیخ کمال کلید نجات است، کیمیای مراد است. جای حیرت نیست و مجاز می گویم که شاید زمان فرارسد که اشعار مولانا و شیخ سعدی و حافظ لسان الغیب و خواجه کمال را نه تنها در دکان کتاب فروشی، بلکه به طریق راست در داروخانه بگذارند. و این معنی که این آثار و این افکار بزرگترین داروی درد بشر است، بهترین اکسیر نجات آدم ها، بزرگترین کیمیای مراد اهل عالم است که دنیا را از این بلا و وبا بیرون میکند. شیخ کمال میگه که دل ز داروخانه دردت دوا دارد امید، شربت خاص از این دارو شفا دارد امید. شربت خاص چیست؟ شربت خاص محبت است. تنها محبت میتواند اهل عالم را از همه رنجوری بیرون کشد. تنها محبت میتواند انسان ها را به سوی کمال برد، به سوی تجمل رهنمونی کند. و ما آرزو میکنیم که با حضور پیشوای ملت که امروز اینچنین جشن مبارک و همایونی داریم، از این پس هم همه در مقام سعادت و سلامت باشد وطن ما، با سرافراختگی و نصرت ها زمامدار امروز و فردای هم باشیم. وهاب رحمانوف، دوست اونیورسیتی ازبکستان. ما امروز در جشن هفتاد سالگی کمال خوجندی حاضر بودیم و در سیمپوزیوم علمی نیز اشتراک کردیم. در این تنتنه ها ما بسیار خرسند شدیم و دیدیم که
موقع کمال در ادبیات نه فقط فارس و تاجیک بلکه در مقیاس جهانی کمال خجنده چی طور موقع بزرگ دارد. در حقیقت من متخصص ادبیات ازبکم، نوایشناس و بابشناس هستم. کمال خجنده نیست است تا روح نپوشی کی شود از دیده اشک ما روان، پنهان نگشته آفتاب اختر نمی آید برون. کمال دین مسعود خجندی را کمال خجندی را نامبرد میکند و درباره او بسیار گپای عجایب میگوید که آن اولیاس و شاعر بزرگ به همتاست. امروز در کاخ رودکی شهر خجند سیمپوزی بین المللی بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی کمال خجنده این شاعر بزرگ ما برپا گردید و در این همایش علمی جناب عالی پایه‌گذار صلح و وحدت ملی تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک داشتند و ایشان یک سخنرانی بسیار پرمحتوا اینجا ایراد کردند و کمالشناسان را، محققان تاجیک را و دیگر شرق‌شناسان را در نزدشان وظیفه های بسیار مهم گذاشتند که من بعد اشعار کمال خجنده همه جانبه تحقیق کرده شود و مخصوصا پایتیکه اشعار کمال و سبک و اسلوب ایجادی این شاعر بزرگ غزل سرا باید تحقیق کرده شود. همچنین تاثیر این شاعر بزرگ ما و ادبیات دیگر خلق ها، دیگر ملت ها از زمان زندگی کمال خجنده بسیار پرزور است و یک وظیفه های دیگر این است که همین تاثیر تا کجاست باید آموخته شود. عموما مکتب ادبی کمال خجنده که در آسیای میانه و عموما خراسان بزرگ تاریخی و فرهنگی به وجود آمده بود، آن باید همه جانبه تحقیق کرده شود و وظیفه دیگر این است که همه اشعار کمال امروز جمع آوری کرده شده است. اکنون باید اون شعرهای الحاقی، اون ابیات الحاقی که در دیوان کمال و نسخه های خطی دیوان کمال آمدن، اونها باید تشخیص داده شود، معین کرده شود و دیوان کمال باید از بیت های الحاقی و شعرهای الحاقی پاکیزه کرده شود.